و همانا مردانی از نوع بشر که به مردانی از نوع جن پناه می بردند، بر غرور و جهالتشان سخت افزودند و آنها هم مانند شما گمان کردند که خدا احدی را به قیامت زنده نخواهد کرد. شما فکر میکنید اون میاد؟ مطمئنم میاد. اگه همه چی رو فراموش کنه چی؟ ما حقیقتی رو به اون گفتیم که هیچ وقت نمیتونه فراموش کنه. ما همه چیز رو بهش گفتیم. پس میاد. سلام آقای دکتر. سلام. خوب هستید؟ ممنونم. بفرمایید. بچه ها هم هستن؟ بله. خیلی وقت منتظرتونم. بفرمایید. خیلی ممنونم. من برای اجرای وصیت‌نامه چند روز دیگه ازتون وقت میخوام تا به حسابای قدیمی یه رسیدگی بکنم. حقیقتش اگه میتونستیم با باقی مونده ارث پدر بچه ها رو سر سامون بدیم، دلم میخواست واقعا به حرف پدر عمل کنیم. من همه این شماها رو خوب درک میکنم. از طرفی دلتون نمیخواد برخلاف خواسته پدرتون عمل کنیم. از طرفی هم دلتون نمیاد که این سرمایه و ثروت و بزرگ و مفت بسپاریم به دست کسایی که معلوم نیست میخوان باش چی کار بکنن. پدرتون اون وصیت رو نوشت داد به من که هرچه زودتر اجراش کنم. اما من که به خوبی میدونستم اون تحت چه شرایطی دست به این کار زده. به خاطر همین تصمیم گرفتم و پیش خودم نگرش داشتم تا پدرتون یک روزی متوجه اشتباهش بشه. اما متاسفانه
عجل بهش مهلت نداد. من هنوز نمیتونم بفهمم دکتر، چرا پدر دست به همچین کار عجیبی زد؟ هم من و هم شما میدونیم که اون عاشق مادرتون بود. از وقتی که از او جدا شد مادرتون حمید و سمیرا رو برد امریکا، پدرتون دچار یه افسردگی دائمی شد. بعد از اونم که طولی نکشید تو ازدواج کردی رفتی کانادا. محمودم که زنگ گرفت رفت دبی پیش داییش. سارا هم که برای ادامه تحصیلاتش رفت ترکیه موندگار شد. سیمین هم که با سعید ازدواج کرد و رفتن هندوستان. وضعیت مهدیم هم که خودتون خوب میدونی. اگه یه ماه توی خونه بود، سه ماه تموم غیبش میزد. این خونه چی دکتر؟ گفتید یه مطلب مهمی در ارتباط با این خونه میخواید بگید. ببینید بچه ها، طبق وصیت پدرتون این ملک به همه شماها تعلق داره. اگر قصد فروشش رو دارید که خب من میتونم ترتیبشو بدم، ولی اگه کسی از شماها بخواد اینجا زندگی بکنه، در مورد اون ویلای ته باغ باید یه رازی رو بهتون بگم. 15 سال پیش وقتی همه شما توی اون خونه باقی زندگی میکردین، پدرتون یه روز به من گفت یه جن بهش ظاهر شده و تهدیدش کرده که اون خونه رو تخلیه کنه. میگفت جنا تهدیدش کردن که اگه به حرفشون عمل نکنه وجودشو برای همیشه تسخیر میکنن. همون زمان بود که ظرف مدت کوتاهی این خونه رو ساخت و اونجا رو تخلیه کرد. میگفت یه گروه از جنا میان که قراره برای همیشه توی اون خونه زندگی کنن. من از پدرتون پرسیدم خب اگه حرفش راسته چرا کل باغو نمیفروشه و از اونجا بره؟ اون گفت این چیزیه که اونا ازم خواستن. چرا تا حالا این موضوع رو بهمون نگفته بودی دکتر؟ قبل از مرگ پدرتون نمیتونستم، چون خودش ازم خواسته بود. بعد از مرگ اونم که شما چند روز بیشتر نبودی. شما فکر میکنین این حرف حقیقت داشته باشه؟ راستش من هیچ وقت نفهمیدم، اما با اتفاقاتی که افتاده مطمئنم که یه خبرایی تو اون خونه هست. همونطور که میدونین مستخدم قبلی از پله‌های اون خونه سقوط کرد و مرد. یه هفته بعدش هم جنازه پدرتون از اون خونه کشیدیم بیرون. دلت بخواد سه تا اتاق اینجا داره، 14 تا اتاق تو درفان تو بالکن داره. برو ولی دیگه اون خونه باقی شده خرابه. نه بابا، فقط ظاهرش خرابه. هم یک کم هزینه میخواد تا بشه خونه ریدی. اون وقت به قیمت تر و توپل میفروشیم. موافقم. یادت اینجا دنبال هم می‌کردیم؟ آره یادت؟ معروض خود زنیم.
میزد تو سرم. من خوردنی هم میگیره، من با سیلی میزد تو گوشم. حمید، that's enough. It's crazy. Really? You're crazy. صدا از کجا بود؟ چی بود؟ من چی نرمیز؟ از همه اتاق بود؟ از همه جا من میتونه؟ نه، من فکر کنم از هم بالا بود. نه من هی میگم شما باشید. این چیه؟ قاسم چه نفر مثل جن ظاهر میشی؟ اینجا چی کار میکنی؟ ببخشید که ترسوندم اتون. ببخشید که ترسوندم اتون. دیدم شما اومدید اینجا، نگرانتون شدیم. نگران برای چی؟ آخه آقای دکتر قبلا در مورد اینجا یه چیزایی به من گفته بود، ولی میدونم اگه ما کاری با اونا نداشته باشیم اجنه کاری با ما نداره. قاسم میگم این گوشواره مال زنتون نیست؟ نه خانم. صبر کنید ببینم. این از کجا آوردین؟ از اتاقای اون بالا. یکی از اینا رو من پیدا کردم. اینا فقط یه جفت گوشوارن که حتما یه نفر اونا رو تو اون خونه جا گذاشت. کی ممکنه تو اون خونه رفته باشه؟ قاسم، تو تا حالا متوجه رفته آمده کسی به اون خونه نشدی؟ نه خانم، از وقتی ما اومدیم اینجا هیچکی به اون خونه رفته آمد نکرده. سرگاه مشمشون خیلی تیزه خانم. اگه کسی پا تو باغ بذاره، دیگه بارش میکنه. چیز دیگه نمیخواد در سگات بگی؟ خب معلومه دیگه. سگا زودتر از هر حیوانی وجود جن رو تشخیص میدن. تموم شد و رفت. تازه خیلی هم از جن ها میترسن. این هم یه کتاب درباره همینجور چیزا. الان یه ذره براتون میخونم. اجن پیشتر از خلقت انسان خلقت یافتند و عنصر وجودشان مرکب از باد و آتش است. آنها از انرژی موجود در طبیعت و مخصوصاً از طلا و جواهرات تغذیه میکنند. آنها عمدتاً به شکل اصلی خود ظاهر میشوند، اما از نظر درونی فرقه های گوناگونی دارند. گروهی از آنان به راحتی در کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند و گاهن نظاره شده که ارتباط انسانی را به خوبی تقلید کردند. به سادگی در هر لحظه که اراده کنند ظاهر و غیب می‌شوند و چنانچه بخواهند می‌توانند مدت‌ها بیان که کسی از وجودشان مطلع شود در مجاورت آنها حضور پیدا کنند. البته تجربه ثابت کرده در بعضی موارد نادر انسان‌های توانستند گونه کمیابی از جن را به تسخیر و فرمانبرداری خود برآورند. و غیره و غیره و غیره که من نه من حوصله‌اش رو دارم نه وقتش رو دارم. خلاصه این که جنا میتونن همه جا باشن دیگه، همه جا. حالا اصلا اینا هم یه عکس یعنی ممکنه این گوشواران؟ خواهش میکنم بچه ها تمومش کنین. اینا فقط دوتا گوشوارن که هیچ شباهتی به جواهر و تعتیقه ندارن، که حتما یکی اینا رو تو اون خونه جا گذاشته. حالا کی و کی اصلا به ما مربوط نیست، چون برامون مهم نیست. من میرم تو اون خونه ببینم چه خبره. کجا میخوای بری حامد این وقت شب؟ تو این کارو نمیکنی حامد. فقط میخوام ببینم تو اون خونه چه خبره. همین. حامد، تو تنها تو اون خونه نمیری. وقتی اینجا زندگی میکردیم گروه گروه مهمون میومد توی خونمون. پدر انقدر از مهمون خوشش میومد که 14 تا اتاق تو بالکن ساخته بود.
یادم میاد بعضی از این جنا با مهمونا هر هفته تله بودن خونم. یادت مهمون؟ نترسید، اون در همیشه همینطوری بوده، خودش خود به خود بسته میشه. اون صدای چی بود؟ چیزی نیست بابا جان، خونه خالیه، باد میپیشه توش زوزه میکشه. ولی این صدای زوزه باد نیست هامه. ما یه سر میریم بالا ببینیم چه خبری. معلومی که نمیترسم، چیزی هست که باید به ما بگی؟ آره، دلم میخواد که روح پدر رو احضار کنیم. چی گفتی؟ گفتم که روح پدر رو احضار کنیم. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ ای بابا همچین چیز جنان در رفتن چیه بچه ها؟ چیه؟ مثل اینکه الماسه. واو، اگه این الماس باشه معنیش اینه که واقعا تو این خونه خبره یه قانون هست که هیچ جا ترد شده نیستش، توی خیابون حاکمه ترد شده نیستش. خب چی میگی؟ ببین سیمین جان، عزیز من، احضار رو کاری نیست که هر کس تو اون سرک بکشه. من هر کسی نیستم سارا. بله میدونم، تو از بچگی به این کار علاقه داشتی، مدیوم بسیار خوبی هم هستی، ولی سیمین جون من نمیخوام بعد از مدت ها که دور هم جمع شدیم تو این خونه اتفاق بدی بیفته. میفهمی؟ قاسم کنش شست حقای ماشی چلاتای بی خطری که تو زندون هستی که هرکی هرچی زور گفت برسل بودم. تقصیر من چیه اگه دفاع کارم کلی حرف واسه زده این دهن بذاره دارم. ای بابا به من دفعن نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین به من دفعن نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم. هم پرسده اینو چی میگی؟ اینا موسیقی آخه داری گوش میکنی؟ مگه چه هیچی، همش داره چرت و پرت میگه. همینا بذار تو با این گوشت چرا موسیقی رپ گوش میکنی؟ مگه رپ چه شد؟ تو اصلا موسیقی چی میفهمی ها؟ شنیدید به من چی گفت؟ این داره به من میگه از موسیقی چی میفهمی؟ آره همه فهمیدن که اون ور دنیا داری موسیقی میخونی، ولی فقط داری درسشو میخونی، داری دورمی و قواعد هارمونی رو تو مغزت تلمبار میکنی که تازه بعد این همه سال معلوم نیست موسیقی چی دستگیرت. داری تون میری ها؟ همین بلش کن، بکن روز راحت مهدی جان تو راست میگی، همونش کن. بازو اینا تو از کجا فهمیدی من راست میگم؟ اصلا فهمیدی من چی گفتم؟ خفه شدی دیگه، بعد کن برو به سر جات. تو فقط یه کاسبی که جز زنگ این هیچ چی دیگه تشخیص نمیدی. خیلی داری بهتر میکنی ها نابغه. بس کنین دیگه. باشه بس میکنم، چون حاضر نیستم با یه دلال دهن به دهن بشم. چی میگی؟ بکش دست تو. چه خیلی داری تشخیص میکنی؟ بس کنین دیگه. برو بالا وقت خوابته. آخه من پدر و مادر ندارم، برادر و خواهر که اصلا ندارم. الکی ادای پدر مادر درسیز رو برام در نیارید، برام بازی نکنید. شما لعنتی ها فقط جمع شده اینجا که ارث و میراث پدر رو تقسیم کنید، جز اینم هیچ چیز دیگه نمیخواید. هیچی اصلا برای تو مهم نباشه که برادر دیگه هم دارید، برادری که پدرش مرده، مادرش تنهاش گذاشته، تنها سرپناهش این خونه است که اونم میخواییم بفرید.
برش دار، میبریم تو خونه باقی. بیا همه شون هست، هم طلاها هم الماسا. مرسی داداش. واقعا؟ بله، بردم چند جا نشون دادم، خوشبختانه حرف همه شون هم یکی بود. طلاها که معلومه، ولی اگه قیمت الماسا رو بدونید سرتون سوت میکشه. چقدر بود؟ قیمتش مهم نیست، مهم اینه که مال ما نیست. تو از کجا میدونی سارا؟ شاید پدر دلش بس کن دیگه حامد جان. پدر آدمی نبود که بخواد گنج تو مخروبه قایم کنه. اون هر چی داشته نوشته، ما هم با خبریم. محض رضای خدا یه بارم که شده به حرفای ما گوش بده سارا، باشه؟ ما یه دستگاه گنجیاب گرفتیم، میخوام وجب به وجب اون خونه رو وارسی کنم. اگه چیزی نبود که هیچ، اما اگر اونجا گنجی پیدا بشه من شک ندارم که مال تک تک ما هست. برای اینکه هیچ آدم عاقلی نمیاد گنجشو برداره تو خونه مخروبه یکی دیگه قایم کنه. راش انداختی؟ آره. باید نقطه به نقطه این خونه رو بگیم. همه جاش. اگه فرصت کردی یه نگاهی هم به اون پرونده ها بنداز، بد نیست. شماشو من نگاه کردم، همه چند دقیقه پیش همه اینا رو من چک کردم. خیلی این نرگس خانم خیلی باهوشه، با اینکه کرولاله ولی همه چی میفهمه. خب اونی که کرولال به دنیا میاد از همون اول یاد میگیره که به زبون اشاره حرف بزنه. اینا رو از کجا پیداشون کردی؟ یکی از دوستای آقای دکتر بهمون معرفی کردن. این دکتر زن بچه داره؟ اصلا ازدواج نکرده. چرا؟ خب حتما آدم درست حسابیش هنوز پیدا نکرده. حضوری نکن، به کارت برس. بچه بیرسو که به جان خودم پیداش کرده. چی؟ کجا؟ همینجا رو بکن، همین کجا رو؟ اینجا بکن. ببین ما که کار خلافی انجام نمیدیم، داریم راجع به ثروتی حرف میزنیم که تو خونه پدریمون پیدا شده. ببینم مگه تو نمیخواستی راجع به وصیت‌نامه کاری بکنی؟ خیلی خوب، الان بهترین فرصت. اگه یک دو تا کیسه دیگه هم پیدا بکنیم بچه‌ها ازشون خوب میشه. خیلی خوب حامد جان، حرف شما درست، ولی قضیه جنا چی؟ اگه اونو نخواهم و طلا جواهرتو برداریم چی؟ زده به سرتون؟ جن دیگه چه صیغه‌ایه؟ فرض میکنیم که حرف شما درست باشه و اون طلا جواهرات مال پدر باشه. شما باورتون میشه؟ پدر نه اونقدر اهل مادیات بود که بخواد گنجی رو برای خودش قایم بکنه، نه اصلا از طلا جواهرات خوشش میومد. اون عاشق فرش و نقش و نگارای ایرونی بود. بعدا مفصل میتونیم راجع به این موضوع بحث کنیم و فکر کنیم، اما فعلا لازمه که راجع به این قضیه هیچ کسی چی ندونه. باشه؟ بیا اینا رو هم ببر بذار تو گاف صندوق. باشه.
فقط یادتون نره بچه ها. هر جایی ثروت بادآورده هست، حتما یه درد سری هم هست. یعنی چی؟ مثل جن شده بود؟ راست حق باشه. اگه من سکه میکردم کی میخواست جواب بده؟ حق باشه مستقیونه. اوکی آروم باش. باشه باشه گوشی. مهدی مادره میخواد با حرف بزنه. بگیرش. مامان جون تفلک مهدی خیلی عاطفیه. خانواده مادر تقریبا همشون از خیلی سال پیش رفته بودن امریکا. اونا دلشون میخواست ما هم بریم. به پدر اصرار میکردن که همه چیزو بفروشه و بریم. ولی علت اصلی جدایشون این نبود. پس چی بود؟ ظاهرا همین اختلافای سطحی. ولی من میدونستم که مشکل جای دیگه است. مشکلی که هیچ وقت نه مادر چیزی گفت نه پدر. لاله جان اون سنده رو وارد کردی؟ آره سارا جون وارد کردم ولی این هم تکراریه. یعنی چی؟ من سندهای قبلی رو که از رومیز برداشتم. دیدی مال منم همین جوری شد. خب حتما یه کسی این کارو میکنه. نمیشه که. یا اگه جواهرات دیگه در کار نباشه مدت هم جوی سر کاری ما. من مطمئنم بازم پیدا میکنم. حالاش هم کم گیرمون نیومده. شما ها میدونید این الماس ها چیه. صدا رو شنید بچه ها؟ شاید یکی از بچه ها بوده. اما نمیبینید کسی با اینه؟ شهیدی؟ نه ترس بابا دنبالم بیا. صدای چی بود؟ دکتر زنگ زده داره میاد خونه. خب اینا چیه سارا؟ اینا اسناد مربوط به شرکت‌های لاله و آذرین. خب اینا که چیزی رو ثابت نمی‌کنه. این شرکت‌ها اگه سند صادر کردن لابد از پدرتون رسید گرفتن. شما چقدر تو معاملات پدر نظارت داشتین؟ یعنی از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافتاش مطلع بودین؟ وقتی شماها رفتید یه مدت من شب و روز پیش پدرتون بودم و حساب کتابای اونو از نزدیک کنترل میکردم. همون زمان بود که متوجه شدم
که درآمد پدرتون از معاملات مختلف با موجودی اون در حساب بانکیش اختلاف زیادی داره. جز پولایی که برای شما میفرستاد، زندگی شخصی اون و مهدی هزینه زیادی نداشت. من این حساب کتابا رو برای مدت طولانی تحت نظر گرفتم، اما متاسفانه حتی یک صدم از اون اختلافات کم نشد. علتش هم هر بار از پدرتون پرسیدم، اون هیچ وقت یه جواب روشنی به من نداد. یعنی پدر یه جایی سرمایه گذاری میکرده و به کسی چیزی نمیگفته؟ نمیدونم. اگه اینطور بود اون یقیناً از من پنهون نمیکرد، چون به نظارت من توی همه معاملاتش نیاز داشت. دیر یا زود بالاخره موضوع معلوم میشه. شما دکتر خودتون در این مورد حدسی نمیزنی؟ فقط یه حدس میشه زد، اینکه احتمالاً پدرتون یه جایی یه پول هنگفتی قایم کرده باشه. تو چرا نمیخوای حرف ما رو گوش کنی سارا؟ خب برای اینکه میدونم چی میخوای بگی. میخوای بگی لابد پدر اونقدر از نظر عقلی مشکل پیدا کرده بوده که نصف ثروتش رو داده طلا جواهرات خریده، بعدم برده تو اون خونه مخروبه لای در دیوار قایم کرده، درسته؟ خب آخه چرا؟ اگه اون این کارو کرده حتما برای خودش دلیلی داشته. اگر حرف آقای دکتر راست باشه، پس باید وجود جنم تو اون خونه راست باشه. ببین این که پدر با جنا رابطه داشته رو اگر هم بپذیریم، دلیلی برای نمیشه که هنوز جنا وجود داشته باشن. لاله آره دیگه، تا حالا حتما رفتن، به خاطر اینکه چیزی که دکتر میگفت مال خیلی وقت میشه، 20 سال اینا. ببین پونه، تو اون خونه هیچ خبری نیست جز اینکه کلی طلا و جواهر تو در دیوارش جاسوسی شده. اون وقت ما اومدیم اینجا با هم دیدیم جر و بحث میکنیم. همین اصلا فرض میکنیم که پدر ثروتی رو پنهان کرده که من خودم شخصا اصلا بهش معتقد نیستم. از کجا میدونی ثروت پدر همون طلا جواهراته؟ پس کجا میتونه باشه سارا؟ من نمیدونم. من میدونم چیکار باید بکنی. راست میگه، بسپاریدش به سیمین، اون از اختش برمیاد. باید روح پدر رو احضار کنی، همه این سوالا رو میتونه به همون جواب بده. تو چرا تا حالا این کار رو نکرده بودی؟ الان یه سال از مرگ پدر میگذره. برای اینکه تا حالا اینقدر سوالات پیچیده توی ذهنمون نبوده حامد، ولی حالا هست. خیلی خوب، چطوری میخوای این کارو بکنی؟ ما توی اون خونه دور هم جمع میشیم، بعد طوری که من میگم یه مراسم اجرا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی واقعا روح پدر میاد با ما حرف میزنه؟ حرف که نه، ولی من مطمئنم که به یک شکلی جواب همه سوالای ما رو میده. مثلا چطوری؟ مثلا یکی از ماها میتونیم یه قلم و کاغذ دستمون بگیریم و توی دلمون یک سوالی از پدر بپرسیم. اگر اون بخواد به سوال جواب بده، میتونه قلمو توی دستمون به حرکت در بیاره و جواب سوالو بنویسه. خب همه ما باسوادیم، از کجا معلوم اون نوشته ها کار پدر باشه؟ خب ما میتونیم یه سوال کلی از پدر بپرسیم، یا اینکه مثلا قلمو بدیم دست یه آدمی که سواد نداره. مثلا نرگس، فقط کافیه که قاسم منظور ما رو به نرگس بفهمونه. خیلی خب بچا، تا سه میشمارم چشمامونو همگی میبندیم. یک، دو، سه. Sorry.
سیبین تمومش کن. سیبین جان تو خودو تمومش کن. سیبین تمومش کن. فکر کنم تسخیر شده. بچه برید بیرون. برید بیرون. بیرون. دیگه نمیخوام این کار تکرار بشه سیمین، فهمیدی؟ چند بار بهتون بگم کار من هنوز تموم نشده بود. قرار بود هر اتفاقی میفته شما از جاتون تکون نخورید. خودت که دیدی چی شد. اون نرگس بدبخت داشت. قرار بود فقط روح پدر رو احضار کنی، اما چی شد؟ منم دقیقا داشتم همین کار رو میکردم. تازه میخواستم ارتباط برقرار کنم که اون اتفاق افتاد. در هر صورت دیگه این کار تکرار نمیشه، روشنه؟ باشه، ولی اینم بهتون بگم من توی اون خونه موج منفی خیلی بدی دریافت کردم. بس کن دیگه سیمین، نمیخواد دیگه راجع به این موضوع حرف بزنی. منم بهش گفتم با هزار روح و این مسخره بازی ها مخالفم ها. معلومه چتونه؟ چرا سرصدا میکنی؟ سلام آقا. این وقت شب تو چرا بیداری؟ با صدا سگاز خواب بیدار شدم. اومدم بیرون دیدم سیمین خانم رفت تو خونه باقی. هرچی صداش کردم جواب نداد. خونه باقی؟
صبر کنید، راحتش بذارید. آخه سیمین جان، عزیز من، تو نمیترسی اون اتفاق دوباره تکرار بشه؟ سیمین، چی شد؟ بالاخره موفق شدی؟ مقاومت کرد. دیگه بهتر بریم خونه استراحت کنیم، حسابی خسته شدی. پونه بده من سمیرو از اون بالایی ها بده زودتر میخواهیم. خاک داره اینا. واه میخواه بسید فوتش کنم. بدش به من حرف نزد. بچه منم کمکتون میکنم ها. میدونین من و فادی نرم افزار حسابداری طراحی کردیم که کارش حرف نداره. شما فقط سندا رو بخونین، ما واردش میکنیم تو سیستم. حالا این فواد کی هست؟ فواد بهترین دوستمه. خیلی خوب. پس منتلی چی هستی؟ بهش زنگ بزن. کل سود سرمایه گذاری پدر از 10 سال پیش تا روز مرگش شده 42,250,000,000 تومان. ببین فهمیدیم که موجودی پدر با 1.5 میلیارد کسری وارد گردش مالی سال بعد میشده. حالا از جزئیات که بگذریم، از کل 12 میلیارد سرمایه و 42,200,000,000 تومان درآمد پدر تو این مدت که جمعش الان میشده 54,200,000,000، حدود 24 میلیارد هزینه هایی بوده که خود پدر اونا رو وارد کرده. طبق وصیت خودش خب اینا رو به خیریه هم بخشیده. اما بقیهش کجاست؟ هیچ سندی هم جایی ثبت نشده که پدر مثلا جای دیگه سرمایه گذاری کرده باشه. پس در این صورت تنها سرنختون طلا و جواهرهایی که از اون خونه پیدا کردین، درسته؟ آره، ولی قبول کردن این موضوع هنوز برای من سخته. کنم پیداش کردم، همین جاست. برو تیشه رو برده بیار. تیشه کو؟ تیشه مونده پایین. بودو 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 برو برده بیا. ببینم آمه
حمید رو ندیدی؟ نه. مگه پیش تو نبود؟ چرا؟ اومد پایین تیشر بیاره. نیست. اه. اون چیه؟ حمید، چت شدی؟ بیهوش شده، باید زود از اینجا ببریمش. خوبی حمید؟ اون جن بود، خیلی ترسناک بود. انقدر جن جن گفتین تا آخرش ترسید. بس کن دیگه محمود. چرا؟ شما ترس انداختید تو جونش، نه من. پس چرا من چیزی ندیدم؟ ها؟ خب برای اینکه ما سر رسیدیم، اگه نه ممکن بود سراغ تو هم بیا. من اونجا هیچی ندیدم، این ترسوم هم نمیدونم چشه. بس کن دیگه محمود، میخوای دستی دستی همونو بکشتن بدی؟ تو هم داری طرف اونا رو میگیری یا؟ طرف کدومه؟ یه نگاه به حمید بکن، یه جن میخواسته بکشتشون وقت تو این حرفا رو میزنی؟ خب بابا، اصلا به من چه؟ خودتون هر کاری میخواید بکنید. من دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم حامد، میخوام از اینجا برم. من همینطور، ما نمیتونیم با جن طرف بشیم، اونا هممون رو میکشن. شما نگران چی هستین؟ من مطمئنم تا وقتی که ما کنار همیم هیچ خطری تهدیدمون نمیکنه. شاید به خاطر الماسا این کارو کردن. جنها از انرژی جواهرات تغذیه میکنن، مخصوصا الماس که خیلی هم دوستش دارن. خب یکی جواهراتشون رو ببره، اونا میان پسش میگیرن دیگه. سارا، تو اون جواهراتو کجا گذاشتی؟ تو گاوصندوق. یعنی ممکنه بیان سراغشون؟ شاید هم تا حالا اومده باشن. بفرمایید. سارا، چکش کن. سارا، خواب من. این چرت و پرتا تو سر من نمیره. بهتون گفته باشم، من مطمئنم اونا رو یه نفر کش رفته، جاش سنگ ریخته داره با اون بازی میکنه. چی داری میگی محمود؟ پونه، من گوشم از این خرافات مسخره پره، فهمیدی؟ اگه جن اومدن دنبال جواهرات، پس چرا جواهرات شما رو نبردن؟ پس چرا اون دستبند تو رو؟ دستبندت کو؟ دستبندم نیست. حامد گردم بندم. کجا؟ سرویسم. نیست. حامد. خیلی خوب. آروم باشی. بچه ازتون خواهش میکنم خونسردی خودتون رو حفظ کنین. ما کنار هم هستیم، پس هیچ اتفاقی برامون نمیافته. ای بابا سارا جون، چی میگی؟ اونا تا بغل گوشمون اومدن، طلاهامونو بردن، من وقت شما میگی خونسرد باشیم؟ خب چاره دیگه ای نداریم بچه ها. طلاها فدای سرتون. فعلا از هم دیگه جدا نمیشیم تا بعد فکرامونو بریزیم رو هم، ببینیم چی کار باید بکنیم. باید از این خونه بریم حامد، همین. باشه، ولی نه این وقت شب. فعلا از هم جدا نمیشیم تا بعد یه فکری بکنیم.
فهمیدم. بهتر یه جنگیر بیاریم. من نمیدونم شما چرا گیر دادیم به جن. چرا فکر نمی کنید این کارو یه آدم کرده؟ محمود، یعنی تو میخوای بگی یکی اومده طلاهای ما رو از دست و گردنمون باز کرده، ما هم نفهمیدیم؟ شما که نمیدونید اصلا زنجیر دستبندتون رو کی بستین کی نبستین. محمود جان، ما اصلا از خونه بیرون نرفتیم. جز خودمون کسی توی این خونه؟ ولی چرا؟ قاسم و نرگس هم هستن. اصلا حرفشو نزنین، امکان نداره اونا باشن. تو از کجا اینقدر مطمئنی سارا جون؟ آخه حامد، ما اونا رو فقط یه هفته است که میشناسیم. به نظر من این قاسم خیلی مرموزه. آره، یه جوری چشاش مثل چشای آدم معمولی نیست. یه جوری انگار همیشه رو پنجه پا را میره، بعد صدا نکرده یه دفعه برمیگرده طرفت. من هم نهیدم اون چیزی بخوره، نه آب، نه غذا. اگه اون یه جن باشه چی؟ من نمیتونم این فرضیه رو باور کنم. ولی همه یه چیزایی که ما باور نمیکردیم اتفاق افتاده سارا. شاید اونا به این قیافه در اومدن که از نزدیک مواظب ما باشن. غذای سگو یادم رفته بود خانم، اگه گشنه بمونن تا تو پارس میکنن. شب همتون بخیر. آقا حسن. بله آقا. اگه جن دیدی بگو بسم الله. چی فرمودین؟ هیچی، گفتم از جن نترس. اگه یه وقتی دیدیشون فقط بگو بسم الله. بله آقا، ولی امیدوارم که نبینمشون. شب بخیر. محمود، این چه کاری بود تو کردی؟ میخواستم ببینم از بسم الله میترسه یا نه. خب اگه جن باشه؟ من میدونم اونا آدمن. اگر میخواید مطمئن بشید میتونید یه روز دعوتشون کنید پای میز غذا، وادارشون کنید توی ظرفای فلزی از غذاهای ما بخورن و آب یخ سر بکشن. اون وقت دیگه معلوم میشه. بفرمایید اینم شام. اوکی، چیز دیگه لازم نداره. ممنون، دست درد نکنه. خب قاسم آقای گل خودم، بفرمایید. میل شرمنده کردید آقا. شما چرا؟ همیشه شما زحمت میکشین، یه بارم مهمون ما باشین. چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید. بکش عزیزم. حامد جان میخوای براتون بکشم؟ بله، مرسی. Oh!
خواب بردیدم. چی دیدی؟ لاله آب بیار. لابو بده. کی تشریف میاریم شما؟ ایشاله که حالتون زودتر خوب بشه. به هر حال ما منتظرتون هستیم. خواهش میکنم. خداحافظ. چی گفت سارا؟ هیچی. آدرس اون دوستشو که قاسم و نرگس رو به اون معرفی کرده داد. دیگه به حال امروز همه چی مشخص میشه. امیدوارم. بچه ها اومدن. من میرم داخل. اگه واقعا جن اون تو باشه چی؟ خب ما هم اومدیم همینو بدونیم دیگه. بذاریم ببینیم چی میشه. جنی تو این خونه نیست جوون. یعنی چی برادرم یکیشونو دیده؟ مطمئنی؟ خب سرشو زده تو دیوار مشخص زخمه. شاید حیوانی چیزی بهش حمله کرده. حیوان؟ بله حیوان. آقا پس اون طلا جواهرایی که گم و گور شده تو خونمون چی؟ جوون تو این خونه جنی وجود نداره. من قبل از اینکه بیام جایی اینو فهمیدم. اومدم تا خیال شما راحت باشه. دنبال طلاهاتونم بگردید مطمئنم پیداش میکنید. حالا لطفاً منو برگردونید. چشم. چرا؟ وای دستبند منه. اینا سرویس منه که رسیمی. خودشنم. اینا که گردنبند منه. چجوری اومدن اینجا؟ شاید وقتی ما خونه نبودیم یکی اومده تو. آره ولی کی؟ این جنگیره که به قیافش میمد واقعا این کاره باشه. نمیدونم لابد به جنا گفته جواهراتو ببرید بذارید سر جاش. مطمئنی همینجا بود؟ آره همینجا بود. همینجا بود. کی بود؟ سیمین ما بالاییم. کجایین شما؟ بچه ها بشین پس. Zemin!
سعید خودتو لوس نکن. سیمی مخدوم آن اینجا درش همیشه تق و لقه. سعید شما کجایی؟ محمود نه ترسی ها دارن سر به سرمون میذارن. دیدی گفت محمود بسه دیگه اذیت نکن. سعید کجایی شما؟ با محمود کشیم. سعید اینجایی؟ اذیت نکنه کونه میترسه. محمود سعید دارن حالو تو هر محمود و سعید کجا؟ قوم باقی ها quando farò te ho sole se
هم رو دارو جنب جنب بازی که پاشوکیه یه چیزایی دست میدم شده بچه ها کجایی؟ محمود ای با محرک میسازه و تصویر بشه تو دوست داری یا با خودش در میشه یه بری بالا بشکن من نمیام تو رو من جمعی داره وحشه فکر نکن نیازش فقط مادیه امو کار بیکاری شده آمودی کمیار چشم شده کاسه خون تباهی و پوچی و افسردگی باختن روحیه و مرگ درون با چشای قرمزشون اخطار میدن که بشنوید پیدا شد همه تو بیاین محمود فرستاده بریم ببینیم چه خبره بودو لاله آقا تو بودو Yeah.
نرگس خانم کجایی؟ نرگس نرگس نمیخواستم با کشمت قاسم ولی مجبورم کردی. کجای قاسم؟ قاسم خواب عشق من چه؟ تعجب کردی که هنوز زندم؟ نه بس کن برام بازی در نیار، میدونی که خودم بازیگرم. تو اولین بارم من تو صحنه تئاتر دیدی یادته؟ من همون هنرپیشه محبوبتم که تونستی با چند تا دستگل دوتا کلمه حرف عاشقونه خرش کنی. ولی حالا همه این نقشات ریخته به هم. میدونی من چرا وارد این بازی شدم؟ آره؟ چون هم دیگر رو دوست داشتیم، تو عاشق بازی کردن بودی و هیچ وقت همچی فرصت خوبی برات پیش نیامده بود. من این امکانو در اختیارت گذاشتم. نه؟ آره فرصت خوبی بود ولی قرارمون این نبود. قرار نبود این همه آدم بکشی. وقتی اونا رو کشتی فهمیدم که نوبت منم میرسه. من اگه اونا رو کشتم به خاطر این بود که اون مفخورا نمیخواستم 30 سال زحمت منو بکشم بالا. اون ثروت مال من و توه عزیزم. اولا اون ثروت مال تو نبود. دومن تو قبلا با دستکاری حساب کتابا کلی به جیب زده بودی. برای خوشبختی خودمون بود. خفش و مزخرف نگو. من حتی توی اون وصیت‌نامه‌ام دستکاری کردم. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه اگه اون پولا دست ما نیومد گیر اونم چیزی نیاد. آخه چرا؟ چون ازشون متنفر بودن. چون تنها دلیل زندگیم انتقام از اونا بود. نه عزیزم، تو روانی، تو مریضی، تو یه بیمار خطرناکی. اصل مشرمه سونت پدرم کار تو بود، درسته؟ تو دنبال چی میگردی؟ حقیقت رو میخوام بدونم. میخوام بدونم چرا اونم آدم رو کشتی؟ کجا رفتی؟ یا تو حقیقت رو بهت بگم. میدونی من برای چی اونا رو کشتم؟ برای اینکه 30 سال عاشق مادرشون بودم. درست زمانی که از شعله عشقش میسوختم رفت با پدر اونا ازدواج کرد. بعد از اون همه انگیزه زندگیم شد انتقام گرفتن از اونا. 10 سال طول کشید تا بهشون نزدیک بشم و اعتمادشون رو جلب کنم. بعد از اون جنبازی شروع شد. کاری کردم که اونا خونه رو خالی بکنن و بیان اینجا. میدونه چرا؟ برای اینکه اونا میخواستن به اندازه تمام اتاقای اونجا بچه پس بندازن. بالاخره از هم جداشون کردن ولی بازم به هم علاقه من بودن. بعد تصمیم گرفتم با همون بازی پدره رو سکته بدم و مستخدمه رو بکشم. کجایی؟ بچه ها رو کشتی چون از دیدنشون از آب بکشت. پدر رو کشتی چون رقیبت بود. پولا رو بالا کشیدی چون حقت بود.
منو چرا میخواستی بکشی؟ تو که عاشقم بودی. من عاشق تو؟ خیلی احمقی. ازت متنفرم. واقعا میخواستی منو بکشی؟ خیلی نامردی. من قبلا اون اسلحه رو خالی کرده بودم. میدونی چرا؟ چون نمیتونستم بکشم. ولی تو من فقط گل عشق تو خوردم. فقط گل عشق تو خوردم. منم یه عمر تو اون عشقی رو دادم که هیچ وقت بهش نرسیدم. چقدر تو فکری سارا؟ دارم فکر میکنم که اون کی میاد. ممکنه نیاد؟ ممکنه همه چی رو مثل یه خواب معمولی فراموش کنه؟ اتفاقی که باید بیفته میفته. اون اومد، مادر اومد. اومدم پیش تو، ولی حالا دیگه من تنها شدم. اسماعیل منو ببخش، منو ببخش. اتفاق تلخی افتاده. آره. جسد بچه‌هاشونو کی پیدا کردن؟ یه ماه بعد. از کجا؟ بچه‌های تایباغ. قاتلشونو پیدا کردن؟ آره، معلوم شده کار خدمتکاراشون بوده. چی شد؟ دستگیرشون کردن؟ نه بابا. ظاهرا بعد از کشتن بچه‌ها با هم درگیر شدن و همدیگه رو کشتن. عجب. می‌بینی؟ خون آدم پامال نمیشه. آره. تنها شدم. حالا دیگه بیگرد و تنها شدم. خانم بسه دیگه. شما تو این مدت به اندازه کافی گریه کردی. مگه ندیدی دکتر بهتون چی گفت؟ گریه اصلا براتون خوب نیست. میخوام برم اون خونه باقی. اون خونه متروکه؟ برای چی؟ میخوام برم اونجا.
موضوع چیه؟ برای چی اومدیم اینجا خانم؟ بچه ها اومده بودن به خوابم. خب حامد درست اونجا وایساده بود، سارام اونجا وایساده بود، بقیهشون هم اونجا بودن. گفتم برای چی کشتن شما رو؟ گفتن قاتل ما هنوز زنده است. گفتم اسم قاتلتون رو به من بگی. گفتن رو دیوارای تمام اتاقا نوشتیم. گفتم اونو به من نشون بدین. گفتن درست پشت سرت ایستاده. اون فقط یه خواب بوده. بله فقط یه خواب بود دکتر. شما حالتون خوب نیست خانم؟ بفهمید بی خیلی ترسش. من این آدم مستقیم قبلی از بیزنهای اون رو مجرد شما فکر میکنم یه هفته بعدش هم جمعه درمشه.
مهدی افتاد یه نظره تو صورتت که بعد میگردیم سیمی اون مسیر رو پر میکنیم بعد سمیرا اون مسیر رو پر میکنیم سه دو یه پر کنیم